خب یه ابزاری ما اینجا داریم به عنوان رندر منیجر. این رندر منیجر ما چی کار میکنه؟ زمانی که شما هر کدوم از این پروژهاتون نیاز به رندر دارن، فرض کنید ما الان اینجا یه تصویر کروماکی کردیم و حالا برای نمایش نیاز به رندر داره، من کامند آر میزنم و شروع میکنه به رندر شدن. حالا توی یه مدت زمانی رندر میشه و وقتی که تموم شد من میتونم نتیجهش رو ببینم. اما این فایل هایی که برای رندر ایجاد میشن، شما همونطور که میبینید این قسمت اول آبیه، به این معنا که یه رندر ساخته شده برای این تو هارد، پس طبیعتاً یه جایی رو توی هارد اشغال کرده. یا به طور مثال شما این تیک اول رو میبینید، من اگه انتخابش بکنم کامند آر رو بزنم شروع میکنم به رندر کردن، طبیعتاً یه فایل رندری توی هارد میسازه. حالا سوال اینجاست، اگر شما این پروژه رو ببندید، کلا فرض کنید روی یه چیزی بکاپش کنید و اصلا بخواید از چرخه کاریتون خارجش بکنید، آیا این فایل های رندر شما به صورت اتوماتیک توی اپل پاک میشن یا نه توی هاردتون میمونن؟ جوابش اینه که شما باید بیاین خودتون دستی اونها رو از توی رندر منیجر پاک بکنید. از اونجایی که خود فایل های رندر نیاز به بکاپ گیری ندارن، یعنی شما نیاز نیستش که مثلا اونها روی دیویدی رایت بکنین یا توی هاردتون کپی بکنین، خیلی از وقتا فقط پروسه نیاز دارن، یعنی فقط شما باید بذارید رندر بشه و اون پروسهش انجام شه، به همین دلیل نیاز به بکاپ گیری نیست و اپل معمولا نمیاد اونها رو خیلی جدی که نمیشه گفت، شاید خیلی اصرار داشته باشه روی بکاپ گیریشون، به همین دلیل اونها روی هارد میذاره تا زمانی که خود شما تصمیم بگیرید پاکشون بکنید. پاک کردنش به این صورتی که شما میایین توی تولز رندر منیجر، پروژه ها و میزان حجمی که توی هارد شما اشغال کردن رو نشون میده. اگر باز بکنید میتونید تک تک رندر فایل ها رو به صورت جدا پاک بکنید. مثلا ممکنه اینجا من فقط بخوام اسپید رو، یعنی سکانس اسپید و ویدیو اون رو پاک بکنم، یا اگر صدا هم داشته باشه آدیو هم اینجا لیست میشه، فقط ممکنه من آدیوش رو بخوام پاک بکنم. و شما باید جلوی این فایل توی ریموو یه چک باکس رو بزنید. شاید این یه ذره گمراه کننده باشه که اینجا یه جای خالی هست شما باید کلیک بکنید روش، ولی سیستم کاریش به این صورته. هر کدوم از سکانس های شما جداگونه اینجا لیست میشن، هر کدوم اگه دوست داشتید میتونید جدا پاک بکنید. اگه کل پروژه رو میخواید پاک بکنید، جلوی خود اسم پروژه ریموو رو میزنید و اوکی رو کلیک میکنید. به شما اختیار میده که اگه من فایل های رندر شده رو پاک بکنم، شما دیگه با کنترل زد نمیتونید برشون گردونید، میخواین این کارو انجام بدید؟ من میگم بله. و حالا همونطور که شما میبینید رندر فایل هم من ریسیت میشه، ولی جای من تو هارد باز میشه و الان فایل های رندر شده که جای اشغال کرده بودن توی هارد دیگه پاک شدن. معمولا وقتی شما پروژهتون تموم شد و رفتین سراغ پروژه های بعدی، میتونید پروژه های قبلیتون رو اینجا رندر فایل هاشون رو پاک بکنید.